هانومان دیگه دفعه فرمون رشادت نمیدونم دیگه، رشادت هم دیگه حالا سر لفظش که دعوا نداریم، اما چی رشادتی خودکشی؟ این هم باید دلیل واسه شو، دلیل به این دلیل خودکشی رشادته، به این دلیل شجاعته، دلیل بیارید، دلیلش به راحتی قابل رد به نظرم. یک رشادت خب دلیل، دلیل دلیل آقا دلیل دلیل بیارید که خودکشی یک شجاعت، دلیلتون چیه واسه این؟ فرمودن که مثلا میگن صدام شجاع نبود که خودکشی کرد. خب از اون طرف هم آیدی ایران یک ما میگیم صدام خیلی شجاع بود که با سرنوشتش مواجه شد. شما اینو خواهد چی بکنید؟ شما ببین چی کار میکنید؟ من میگم صدام خیلی آدم شجاعی بود که با سرنوشتش مواجه شد. هر دلیلی شما در مورد شجاعت خودکشی بیارید بنده راحتی ردش میکنم، چون اساسا مبنا نداره. حالا بعدا بیشتر توضیح میدم، حالا توضیح میدم. خانم نیکام بفرمایید خدمت شما، بعد حالا این بحث میبریم جلو. من چند تا نکته در مورد خودکشی توی ایران هم بگم ها، در مورد خودکشی توی ایران میگم، دلایلش هم میگم که به نظر من اشتباه است. خانم ماندگار شما F9 خواستید، اجازه بدید خانم ماندگار این متنشون رو بخونن چون خیلی طولانی شد. بعد از خانم ماندگار اگه شما خواستید F9 تون استفاده کنید. مرسی. خانم نیکا بفرمایید خدمت شما. من سلام میکنم خدمت همه دوستان و تشکر میکنم از بحثی که آقای ریزگر گذاشتن و خب خیلی هم بحث خوبی بود. نمیدونم صدای من هست یا نه، اگه هستش امکانه یه دور بزنیم چون به لپتاپ من یه ذره مشکل دارم. مرسی. من میخواست اول یه متنی رو بخونم، ولی فکر میکنم که اول اگه اجازه بدید یه کم خیلی کوچیک راجع به همین بحثی که گذاشتید صحبت بکنم. این حالا موضوعی که مطرح کردید به نظر من بیشتر آقای ریزگرد جنبه اخلاقی بودن و غیر اخلاقی بودن بحث خودکشی رو مد نظرشون بود، چون مثلا وقتی نظریه رو ما میخوایم نگاه کنیم، حالا نظریه وبر وقتی میاد بررسیش میکنید یک نگاه اجتماعی میده، یعنی یک نگاه جمعی به اون بحث خودکشی داره، یعنی نه یک نگاه فردی. حتی میاد وقتی که میاد مباحث نگاه میکنه بیشتر به دلایل خودکشی میاد کار میکنه، مثلا میگه که به چه دلایلی خودکشی توی جامعه میتونه به وجود بیاد. مثلا یکی از سوالایی که از خودش میپرسه اینه که مثلا آیا بحث نژاد و وراثت میتونه رو خودکشی تاثیر بذاره یا نه. بعد با پژوهشی که میکنه میگه نه، مثلا این خیلی میتونه تاثیرگذار، این به نظرش تاثیرگذار نبوده. یا مثلا میاد میگه که خب آیا عوامل حالا غیر از این موضوع وراثت و نژاد چه چیزای دیگه میتونه تاثیرگذار باشه، که با تحقیقاتی که میکنه به یه سری فاکتورهایی میرسه. یکی از اون آیتمایی که میرسه اینه که مثلا میبینه که کاتولیک ها کمتر خودکشی میکنن و پروتستان ها بیشتر. بعد مثلا نشون میده که خب آیا مثلا میتونه اون دین تاثیر گذار باشه، یا مثلا میبینه توی خودکشی توی مثلا مجردها و متعهلین با هم فرق میکنه. بعد مثلا سوال میکنه که خب اینها میتونه تاثیر گذار باشه یا نه. یعنی بیشتر از این زاویه وارد بحث، یعنی زاویه اجتماعی وارد بحث خودکشی میشه، که حالا میاد خودکشی به چهار قسمت که آقای ریسکرد هم به حال اینا رو مطرح کردن تقسیم بندی میکنه که هر کدوم هم میاد بررسی میکنه و آخر سر نتیجه‌ای که کلا میگیره این هستش که عواملی که حالا میگه که در جامعه که همبستگی اون گروه و جامعه کم باشه، مثلا اینکه مثلا شما در یه جامعه جنگ باشه یا جنگ نباشه، اون جامعه که جنگ هست درونش خب همبستگی آدم ها توش بیشتره و اون جامعه که جنگ نیست کمتره. میاد اینا نتیجه میگیره که خب این نقش همبستگی میتونه تاثیر بذاره رو خودکشی یا اینکه آدم ها گرایش به انسان پیدا نکنن. اگه اجازه بدید یه کتابی ما معرفی کنم، این کتاب مجموعه مقالات آسیب‌های اجتماعی ایران که مال انجمن جامعه شناسان ایرانه، یه فصلی قشنگ اختصاص میده به همین بحث خودکشی. و یه چیز خیلی جالبی که من داشتم توش نگاه میکردم اینه که اومده خودکشی‌ها رو مثلا به شکل آماری توی یکی از مقالات اگه اجازه بدید من پیداش بکنم، صفحه 132ش اینو اومده مطرح
کرده که مثلا اومده کشورهای متفاوت رو حالا توی حالا آفریقا و آسیا و اروپا و آمریکای لاتین و آمریکای شمالی اومده نگاه کرده، بعد مثلا تفاوت خودکشی ها رو توی اینها مثلا با هم مقایسه کرده که تعداد زنان و مردان، اولا زنان خیلی کمتر از مردان خودکشی کردن و توی هر همه یه کشورهایی که آماراش بوده، و اینکه مثلا خیلی جالب بود که مثلا حد اکثر آمار خودکشی توی موریتانی بوده توی کشورهای آفریقایی و حداقلش توی مصر بوده، یا توی آسیا کشورهای سریلانکا مثلا حد اکثر بوده، آذربایجان حد اقل بوده، یا توی اروپا مثلا حد اکثر در لاتویا بوده و حد اقلش توی آلبانی بوده و همینجوری. به نظرم اگه دوست داشته باشید میتونید اینو مطالعه بکنید. آقای رزگر، من به خاطر اینکه دیدم وسط بحث میشه خیلی دوست داشتم متن رو بخونم، ولی دیدم خیلی شاید قشنگ نیست وسط بحث یه متن دیگه حالا مرتبط نیست خونده بشه، به همین دلیل من مجبورم راجع به این موضوع صحبت بکنم. و حالا اگر هر وقتش که صحبت در این مورد تمام شد خواستی بری روی موضوع بعد، اگر از بدی من خوب یه متن رو بخونم. نیستی مرسی خانم ماندگار. حالا عرض کنم خدمتتون، اتکس آخری که جناب برکلی زدن، جناب برکلی اگر ما اینو بیاریم توی حوزه پزشکی میشه در موردش خیلی تاکید کرد، بیرون از حوزه پزشکی خیلی خطرناک میشه. یعنی بیرون از حوزه من تا اونجا که من میفهمم، بیرون از حوزه پزشکی اگه بریم به این سمت که فرد اگر فکر کنه که ادامه زندگی خودش به خاطر رنجی که تحمل میکنه بیشتر از بهایی که برای زندگی میده، من قبول ندارم. یعنی خیلی خطرناک میشه. حالا توضیح میدم که چه خطر، ولی من در مورد حوزه پزشکی اینو قبول دارم اتفاقا. از حوزه پزشکی آره در بیرون حوزه پزشکی خطرناکه. یک توضیح دیگه بدم، ببینید یکی از دوستان یه چیز ببینید یه توضیح بدم. یه خیلی خیلی خواهش میکنم دوستان به این دقت کنن، خیلی دوستان به این دقت کنن که میگن. ببینید من یه سوال بپرسم، اگر یه نفر خودشو کشت، خیلی دقت کنید ببین، این میخوام سوال بعضی از دوستان که بالا پرسن جواب، اگر یه نفر خودشو کشت یه لحظه بعد از مرگش، مگه میدونه بعدش چه اتفاقی افتاده؟ میدونه به نظر شما؟ من فکر نمی‌کنم بدونه دیگه. تموم شد دیگه. وقتی خودشو کشته تموم شد. خب حالا اساساً این یک توی همین عرض کنم خدمت شما، توی مسائلی که ما در موردش صحبت می‌کنیم، اساساً ما یکی از مبانی که داریم همینه. یه استدلال می‌کنیم، اینه. میگیم که انسان اساساً و اصولاً هر کاری که می‌کنه واسه خودش می‌کنه. اینو در نظر بگیرید، این مبنا رو در نظر بگیرید. من همیشه اعتقاد دارم محکم، به نظر من هیچ انسانی واسه دیگری کاری نمیکنه، هر کس هر کاری میکنه واسه خودش میکنه. و من توی زندگی شخصی خودم اساسا اگه یکی روبروم قرار بگیر بگه من به خاطر تو همچی کاری کردم، مثلا کلا ریمووش میکنم. میگم اساسا این جمله غلطه که من به خاطر تو کاری کردم. هیچ کس برای دیگری کاری نمیکنه، هر کس کاری میکنه واسه خودش میکنه، حتی اگر جونشو فدا کنه. درسته؟ حتی اگر جونشو فدا کنه. حالا دوستانی که آره الان دقیقاً میخوام همین رو بگم خانم می، الان میخوام همین رو بگم. ببینی خانم می و بقیه دوستانی که این تکست و این نظرتون برای اینکه من متوجه هستم، ما داریم به عنوان یک ناظر بیرونی به این نگاه میکنیم. من ناظر بیرونی میگم این فداکاریه، اون شخص خودش فداکاری اصلا معنی نمیده واسش، اون این کارو داره واسه خودش میکنه. حالا خودش میکنه خیلی توضیح داره یعنی چیا. این ناظر بیرونیه که اینو میگه فداکاریه، و فداکاری که ناظر بیرونی نفر سوم یا نفر دوم یا هر چیز دیگه داره میگه، اینو واسه چی میگه؟ اینو واسه این میگه که از صفات و رفتارهای دیگه متمایزش کنه. درسته؟ مثلا شما تصور کنید، یه مثال خیلی ساده میزنم، مثلا شما نگاه کنید، ما میخوایم بگیم همین فداکاری که به شما مثال میزنم، شما اگر یه نفر اومد توی خونه گفت من امروز دیدم که فلانی فداکاری کرد، مثال زدم دیگه، فداکاری خودش معنی نمیده، بعد توضیح بدی که چه کاری کرد که فداکاری منجر شد. حالا ما واسه این که نشون بدیم یک نفری از مال خودش، جان خودش، هستی خودش واسه دیگران گذشته، اسم اینو گذاشتیم فداکاری. اما این که منافعش در اصل واسه خودشه، یا اینکه هر کسی هر کاری رو واسه خودش میکنه، من این مبنا رو قبول دارم. هر کسی اساسا و اصولا هر کاری واسه خودش میکنه. اون ادامه دیگه میره توی بحث دیگه. فرمودن که برای خودش چه منافع شخصی داره، برای بله برای ببینید
برای منافع، برای چی؟ برای عرض کنم اعتقاداتی که خودش بهش بهش پایبنده. حالا خانم ایزدبان نمیدونم شوخی میکنید یا نه، ولی واقعا همینه. نه نه، جواب منم همینه. میره بهش، میره بهش. حالا شما بهش تو جاش چیز دیگه بذاری، یعنی بهش تو جاش چیز دیگه بذاری، این داره دقیقا واسه خودش این کارو میکنه. توجه، یعنی ته اگه، یعنی این بحث دیگه است، ته این هر چیز دیگه بذاریم و از هر طرف بهش نگاه کنیم، واسه خودش داره نگاه میکنه، واسه خودش داره این کارو میکنه. نه 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 نه، خودکشی رو نگاه کنیم، میگیم یک بخش از خودکشی ها میره به سمت فداکاری. مگه گفتیم خودکشی خانم غریبکس؟ نمیگیم خودکشی همش فداکاریه، خودکشی جای حماقته که جای فراوونی هم است. من گفتم فقط در دو زمینه که اونا رو توضیح دادم، بقیهش که حماقت اصلا ربطی به فداکاری نه نداره که. فرمودن که آها، هدف خانم می، هدفمندی زندگی، هدفمندی زندگی توی، حالا آقای کسلوی کاملا میدونم چون قبلا در مورد صحبت کردم، آقای کسلوی اطلاعات کامل توی زمینه دارم، بقیه دوستان فکر کنم همینطور. آقای کسلوی در مورد دیدگاه های فانکشنالیستی نسبت به دین، شما یادتونه این بحث رو همون آقای ملکم همیلتون هم میکنه، میگه دین یکی از فانکشن هایی که داره زندگی رو هدفمند میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی این کار رو میکنه. دقیقاً ملکم همیلتون تو کتاب اینو میگه، میگه مرگ را توجیه میکنه، درسته؟ یعنی مرگ توجیه میشه واسه آدم، یعنی هدفی داره، هدف، یعنی هدف واسش تعریف میشه. بهشت رو شما بذارید کنار، جز بهشت هر چیز دیگه بگید، مثلا میگه من واسه آرمانم رفتم جونم رو دادم، بعد ازش میپرسید شما چرا این کار کردی؟ میگه آدم واسه آرمانش بمیره خیلی بهتره که تو رخت خواب بمیره. توجه میکنید خانم می؟ میگه آدم واسه آرمانش بمیره خیلی بهتره که تو تخت خواب بمیره. بعد برمیگرده بالاتر از اینم میگه، میگه الهی، همون حرفی که شریعتی بقیه میزدن و خیلی دیگه، میگه الهی مرگ مرا در بستر قرار نده، در میدان مبارزه قرار بده. یعنی چی؟ یعنی من اگر در بستر مردم، بعد مثلا فکر میکنه بعدش اتفاقی میفته، بعدش دیگه اتفاقی نمیفته، اما این واسه آرامش روح خودش داره اینا رو میگه، واسه آرامش روح خودش داره اینا رو میگه. پس اینجا هم شد واسه کاملا خود خودش، نه کسی دیگه. خب تمام تا اینجا. من چند تا توضیح خیلی مهم مونده بعد از آقای کسلوی اینا رو میگم، یعنی چند تا توضیح مهم. این در مورد، یکی در مورد بی‌معنایی زندگیه، یکی از دلایلی که واسه خودکشی ارائه میشه بی‌معنایی زندگیه، که اینو هیچ کس فکر کنم نگفت، اگه اشتباه میکنم کسی به این اشاره نکرد. بی‌معنایی زندگی یکی از مهمترین علل خودکشیه. من نمیدونم چرا دوستان به اشاره نکردن. خیلی از علل، یعنی خیلی از بخش مهمی از علل خودکشی اینه که طرف میگه زندگی بی‌معناست. حالا من میخوام جواب اینم بدم که، یعنی تو اونجایی که میدونم که این جواب داره، که آیا اگه کسی بی‌معنایی، همون حرفی که آلبر کامو توی کتاب سیزیف میزنه، همونجوری که آقای برکلی هم گفت، کامو، آره کامو توی همون سیزیف کاملا اینو توضیح میده که میگه بی‌معنایی یعنی چی. حالا من یه چیزی میگم که کامو هم اونجا نگفته، من کامنتمو در مورد اینکه بی‌معنایی زندگی منجر به خودکشی میشه، من میگم که اینم قبول ندارم. فرمودن که بحث خودکشی بحث افسردگی است نیست. آها، آیدی مزدک، الان همین چیزی بود که الان گفتم دیگه. پوچی زندگی یک مدلیه که افسردگی به بار میاره. حالا من توضیح میدم. خب دوستان بفرمایید جناب کسته یه لحظه شد. خانم آنها تشریف دارید، ایشون افنای خواستن، اجازه بده اگر افنایشون میخوان استفاده کنن. آقای کسته خیلی معذرت خواهم، بذارید ببینم هستن. خانم ماندنا تشریف دارین شما؟ فکر کنم هم نیستن اساسا. خب آقای کسته بفرمایید. خب من جناب علی بعد بحث هم ادامه بدم. بله خیلی ممنون. صدای بنده هست؟ صدا هست؟ تشکر، خیلی ممنون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب من تا لحظه ای که در اون بودم بحث خودکشی که مطرح شد، آقای ریزگر یک عبارتی رو گفتن، من نقل قول میکنم از ایشون، اگر که نقل به مضمون میکنم در واقع، اگر که اشتباه هست ایشون چه خوبه که اول کار تأثیر شدن. ایشون میگن که صدا بعد سی جناب کستوی خیلی خیلی ممنون، استفاده کردیم، عرض کنم خدمت شما. حالا توضیح میدم، نه این از توی فلسفه اخلاق، قبل شما بگم، من دیدگاهی که دارم بر اساس روانشناسی اخلاق بود، اولش توضیح دارم.
یعنی گفتم من در اون روانشناسی اخلاق پایام رو روانشناسی اخلاق میذارم، اما اینکه سابقه های فلسفی داره این دیدگاه ها رو قبول دارم. در مورد کانت که گفتی در مقاومت در مقابل در مور در مقابل بقا و عرض کنم طبیعت و فلان و روند طبیعی و اینا، اصلا همش جواب داره. یعنی مثلا شما فکر کنین بشر اساسا هیچ نیست جز حرکت در مقابل، یعنی تاریخ بشر حرکت در مقابل عرض کنم روند طبیعی. توجه کنم هر کس داره. حالا این داستان داره خوش، داستان چیه مفصل بعد امروز صحبت کنیم. یعنی شما تصور کنید که ما وقتی که مثلا میخوایم بیایم اینجا با هم دیگه صحبت کنیم، میخوایم توی جمعی بریم، چیکار میکنیم؟ یعنی اتفاقا داریم برخلاف جهت طبیعیمون حرکت میکنیم. اون خانومه که میره روبروی آینه میشینه آرایش میکنه، این داره چیکار میکنه؟ این داره دقیقا برخلاف جهت طبیعت رفتار میکنه. شما میتونی بگی که، یعنی اگه بگی البته کسی حرف بزنه اشتباه هستا، اما میتونی طرف بگه طبیعت آدم میخواد که زیبا باشه. ما میگیم نه، ما میگیم این طبیعت آدم نیست که میخواد زیبا باشه. طبیعت به معنی نیچر در زمینه فکری و اینها نه، طبیعت به معنی اون چیزی که هستید. و خودکشی بر اساس روند طبیعی میره تو این کاتگوری. و ما اساسا میگیم اینجا جهان و انسان، روند حرکت انسان، روند حرکت در جهت خلاف طبیعت بوده. یعنی انسان طبیعت رو تحت تأثیر قرار داده، بعد تسخیر کرده، یه چیزی به وجود برده به نام مهندسی، به نام فن، که همه اینا طبیعت رو تسخیر کرده و عوض کرده. حالا اون دیدگاه کانت همچین جوابی رو بروشه که خیلی توضیح داره. حالا بذارید من برم جلو چند تا مطلب توضیح بدم و عرض کنم خدمت شما که یکی یکی که رفتین جلو، این فکرام چند تا سوال من میتونم جواب بدم اینجا. ببینید، اما در مورد، یعنی تو خلال صحبتام چند تا سوال دیگه میتونم جواب بدم. ببینید، در مورد اون بقا، در مورد معنی زندگی. ببینید، در مورد معنی زندگی بگم که خیلی نکته مهمیه. ببینید، همونجور که گفتن آقای برکم اول اشاره کردن، کامو یه کتابی داره به نام سیزیف. آلبرت کامو توی کتاب سیزیف، که سیزیف هم میدونید افسانه یونانی یا افشای راز خدایان و سنگ به بر سنگ بیاره، اینا خیلی داستان جالبی داره سیزیف. اما آلبرت کامو توی این کتاب میاد چی میگه؟ اول من از روی کتاب دارم میخونم براتون. اولین جمله این کتاب چیه؟ اولین جمله این کتاب اینه. کامو میگه تنها یک مسئله فلسفی واقعا جدی وجود دارد و آن هم خودکشی است. تشخیص این که زندگی ارزش دارد یا به زحمت زیستنش نمی ارزد در واقع پاسخ صحیح هست به مسئله اساسی فلسفه. یعنی کامو کتابش اساسا با این شروع کنه، میگه فقط توی فلسفه یک مسئله مهم وجود داره، اونم خودکشی. توجه میکنی؟ میگه تنها یک مسئله فلسفی واقعا جدی وجود دارد و اونم خودکشی است. خب ولی شما اگه این جمله، یعنی کتابی که با این جمله شروع میشه، بعد ادامهشو بخونید، ادامهشو هم به شما میگم، حالا اگه حوصله نشید بخونید. کامو در ادامه اون کتاب میاد تبیین خودشو میذاره روی مسئله پوچی، میاد تبیین خودشو میذاره روی مسئله بی‌معنایی زندگی و پوچی. توجه میکنید؟ اما یکی از مهمترین عللیه که در مورد خودکشی بحث میشه همین اساسا پوچیه. این که اساسا فرد جهان و بی‌معنی میبینه. توجه، اون هدایت یه کیس دیگه است، هدایت یه کیس دیگه است که در مورد خودکشیش بعد خیلی صحبت. حالا کارو هدایت نداریم، قاطی نکنیم همه رو با هم. الان بذار من اینو توضیح بدم. بی معنایی اساسا تحت این شرایط که میگه آقا انسان جهان رو بی معنی میبینه، اساسا جهان واسش معنی نمیده، اطرافیانش واسش معنی نمیدن و فلان. ببینید، هزاران هزار رساله در مورد این نوشته شده، اما به نظر من جواب، من نمیخوام مسائل ساده کنم به معنی سخیف کردنش، اما شما ممکنه سالها به یک مسئله فکر کنید اما جوابتون یک کلمه بیشتر نباشه. اینو همیشه در نظر بگیرید. اینکه ساده کردن و خلاصه کردن به معنی سخیف کردن همیشه نیست، به معنی بی ارزش کردن هم نیست. والا من در مورد این نهلیزم و پوچی و بی، که نهلیزم اصلا پوچی و بی معنایی هم نبود، به معنی پوچی و بی معنایی زندگی و قصه الهازه، من خیلی حداقل در حد خودم خیلی به این قصه فکر کردم. والا من یه جواب بیشتر واسش ندارم. اگر کسی بشینه روبرو من بگه من جهان و بی معنی دیدم به خاطر این خودکشی کردم، من یک جواب واسه اونم بیشتر ندارم. اون جواب میدونی چیه دوستان؟ اون جواب یه چیز بیشتر نیست. اگر یه نفر بشینه روبرو من بگه من به خاطر بی‌معنایی زندگی خودکشی کردم، میگم چرا خودکشی کردی؟ میگه آقا چون مثلا جهان واسه من بی‌معنی بود. میگم آقا مگه قرار بود جهان معنی هم داشته باشه؟ میگم حرف شما کاملا درسته، جهان بی‌معنیه. جهان هیچ معنی نداره. هیچ معنی نداره. بی‌معنی ترین چیز توی جهان خود جهانه. و جهان ما بهش معنی میدیم، قرار ما به جهان معنی بدیم، جهان هیچ معنی نداره. طبق این
بله. نه 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 جهان همین جعله، از منظر جعله. جعل می یعنی ساختن، یعنی شما باید معنی واسش بسازی. جهان هیچ معنی نداره، شمایی که باید به جهان معنی بدی. بنابراین اساسا این دیدگاه که جهان بی معنیه و من میخوام خودکشی کنم، یا جهان بی معنیه من میخوام کار کنم، غلطه. اگه یه نفر نشست گوشه خونه گفت جهان بی معنیه من میخوام کار کنم، باید گوششو بگیری بلندش کنی بگی آقا نگاه کن، این جهان بی معنی نیستا، این جهان اساسا بی معنیه، تویی که باید به این جهانی معنی بدی. حالا بلند شو به جهان معنی بده. درسته؟ این که فکر کنی جهان یک چیز پیشینیه که معنی داشته باشه و از یک جا به بعد معنیشو از دست بده، اصلا همچین غلط. شمایی که به جهان بعد معنی بدی، تموم شد رفت. حالا اینجا سایکوتراپا و سایکولوژی وقتی میاد وسط، وقتی میاد در مورد اینا بحث میکنه، چی میگه؟ میگه این که یک انسان ممکنه بیماری روحی داشته باشه به این معنی که بگه من آدم بیمعنی شدم، این باید بره درمان بشه. من بیمعنیم معنی میده، نه جهان بیمعنیه. توجه میکنی؟ من بیمعنی شدم معنی میده که درمان داره. یعنی اگر شما رفتید پیش یک روانپزشک گفتید که من بیمعنی شدم، اون شما رو درمان میکنه. اما اگر رفتید گفتید جهان بیمعنیه، اون باید مثلا میگه آقا برو بیرون لطفا، شما هم نمیفهمی از داستان چه خبره، این جهان هیچ معنی اساسا نداره. این نکته اول. اما بریم سر چند تا مسئله دیگه بگم در مورد چند تا این علت خود، یه علت خودکشی بود که گفتم. یه علت دیگه در مورد خودکشی اینه که میگیم آقا سخت و تلخ بودن زندگی، یا در واقع شرایط زندگی اونقدر سخت میشه که پذیرش مرگ خیلی راحت تره. اینم یه دلیل، علت دیگه است دیگه. حالا علت اینو چه جوری باید بگیم غلطه که به نظر من غلط. ببینید یه نفر میاد میگه آقا شرایط زندگی اینقدر سخت شده که من خودم بکشم. درسته؟ میگی چرا؟ میگی چون که واسه من هزینه زندگی کردن خیلی بیشتر از هزینه مرگه. درسته؟ حالا ما در جواب این چی میگیم؟ یعنی حداقل من در جواب این چی میگم؟ ببینید من حرف مهمی که اینجا میزنم اینه، من میگم که شما اساسا چجوری فکر میگه شما بعد از مرگ رو میدونی چه خبره؟ شما از کجا مطمئنی که بعد از مرگ شرایط بهتری از الان خواهی داشت؟ این نکته اول. یعنی شما همچین اطمینانی داری؟ مثلا شما مطمئنی که اگه بمیری شرایطت بهتر از الانه؟ این سوال اول. بعد ببینید حالا ممکنه دو تا چیز بگه. میگه مثلا میگه حداقل اینه که نمیدونم بعدش چی میشه. درسته؟ میگه آقا حداقلش اینه که نمیدونم بعدش چی میشه. خب من در جواب بعد چی بگیم؟ میگیم خب شما این ندونستن، میگیم این ندونستن از جهل داره میاد دیگه. شما میگی من نمیدونم بعدش چه خبره. ما سوالمون اینه، میگیم آقا شما آیا بقیه کارهای زندگیت هم بر مبنای جهل جلو رفتی که امروز میخوای بر مبنای جهل و ندونستن جلو بری؟ مثلا شما تمام سرمایه زندگیتو پول میکنی بدی دست یه نفر که نمیشناسیش؟ ببین من میخوام بگم این استدلالا خیلی سسته، خیلی غلطه. ببینی یه نفر میگه آقا تو تا اینجا میگه آقا من میخوام خودم بکشم، زندگی سخته. بعد میگه خب حالا چرا مثلا میخوای همچی کاری کنی؟ اونم میگه که اوکی من تحمل این زندگی خیلی سخت‌تر شده. میگیم خب مگه تو میدونی بعد از مرگ چه خبره؟ میگه حداقلش اینه که نمیدونم چه خبره. میگه خب اگه نمیدونی حداقلش چه خبره، شما چجوری میخوای بر مبنای جهل یک عملی انجام بدی؟ عمل بر مبنای جهل خودش غلط. درسته؟ حالا طرف ممکنه اینم قبول نکنه، یه حرف دیگه بزنه. میدونی چی بگه؟ ممکنه بگه من به بعد از مرگ امید دارم، اما به این زندگی دیگه امید ندارم. اینم درسته؟ این هم یه استدلال دیگه است دیگه. یعنی میتونه بازم اینو بگه، بگه آقا من اگه خودمو بکشم، من بعد از مرگ امید دارم، اما الان دیگه امیدی به این زندگی ندارم. اینجا ما چی میگیم؟ اینجا ما میگیم که تو چطور به یک جهان ناشناخته و ندیده امید داری، اما به یک فردای نیومده نمیتونی امید ببندی؟ خب فردا رو هم ندیدی. اگر تو فردا و پس فردای خودتو هنوز ندیدی، اجازه بده، اگر تو فردا و پس فردای خودتو هنوز ندیدی چه کار میکنی؟ در مقابلش میگی آقا من جهان بعد از مرگم ندیدم. میگیم حالا اگر اون جهان بعد از مرگ نادیده شایسته امیدواریه، چطور فردا و پس فردات شایسته امیدواری نیست که اون رو ندیدی؟ پس این استدلالم لقه شل، اصلا معنی نمیده. حالا نگاه کنید ایشون خیلی حرف خوب میزنن. ایشون میگن اگر معتقد باشه بعد از مرگ، آها نه نه نه، من فکر کنم شما میگید اگه معتقد باشه بعد از مرگ وجود داشته باشه، من فکر کنم اینو میگید.
اگر شما بگید این آدم معتقده که بعد از مرگ جهانی وجود داره، اگه شما اینو بگید، اگه بگید که این آدم معتقده که بعد از مرگ جهانی وجود داره، میگه آقا مثلا من میخوام خودم بکشم چون بعد از مرگ جهانی وجود داره، ما میگیم چه کسی اومده گفته بعد از مرگ جهانی وجود داره و گفته در مقابل سختی خودکشی کن؟ چه کسی اینو گفت؟ اساسا ادیان و مذاهب خودکشی رو تقبیح میکنن، چون ادیان و مذاهبند که دارن میگن بعد از مرگ جهانی وجود داره، اما همشون گفتن خودکشی هم نکن. درسته؟ پس اینم یه نکته دیگه که اینم به نظر من کاملا غلطه، در اینکه شما بگید که سختی زندگی میخواد باعث شما خودمو بکشم، این هیچ استدلالی نداره. اگه استدلالی داره بگید. اما نکته سوم، یعنی نکته بعدی، الان سوم شده نه، نکته بعدی. آقای حبیب سلام، خیلی خیلی خوش اومدید. خوشحالم که اومدید. خب دیگه هیچی نداره، درسته؟ یعنی هیچ چیزی دیگه بعد از این وجود نداره. تموش. یعنی هیچ چیزی بعد از این دیگه وجود، پس این غلط غلطه دیگه. یعنی غلط اندر غلطه دیگه. یعنی شما میخوای زندگی خودتو تموم کنی، از بین ببری، به چه دلیل؟ به دلیلی که فکر می‌کنم همه چیز غلطه. بعد دور طرف مقابل همچین سوالی می‌پرسه، میگه تو از کجا مطمئنی که بعد از این دیگه هیچ چیزی وجود نداره؟ از کجا مطمئنی که بعد از این راحتی محض، چیزی که ندیدی رو؟ پس آقای حمید، مبنا جهله. مبنای خودکشی بر اساس سختی زندگی جهله، چون شما نمیدونی بعدش چه خبره، چه حوری و نمیدونم فلانش رو نمیدونی، مطمئن نیستی، چه این ورش هم مطمئن نیستی دیگه. مبنا چیز جز جهل نمیتونه باشه. اگر مبنا بگی جهل نیست، امیده که اونم واسه جواب دادی، امیدی که شما میتونید به یک فردای ندیده، یک جهان ندیده داشته باشید، چطور نمیتونید به فردا و پس فردای ندیده داشته باشید؟ این نکته دوم. اما نکته سوم در مورد مرگ در برابر ظلمه. اینجا طرف میگه من چون نمیتونم زندگی با ظلم رو قبول کنم، خودمو میکشم، یعنی خودمو هلاک میکنم. حالا یا توی خلوت خودش این کارو میکنه، یا اینکه با حمله به ظالم این کارو میکنه. میگه آقا من نمیتونم با وجود ظلم زندگی کنم، میره توی خلوت خودش خودشو میکشه، میگه من زندگی با ظلم و شرمنده نیستم. یک. یا نه، توی خلوت خودش خودشو نمیکشه، میره حمله میکنه به ظالم، اونجا کشته میشه، در حالتی که آگاهی پیشینی به مرگ داره، که من اینم خودکشی میدونم، وقتی میدونه کشته میشه. حالا این نوع مرگ به نظر من مبتنی بر پیامه. دو تا مسئله بگم در مورد این. یکی این که این نوع مرگ مبتنی بر پیامه. یعنی چی؟ یعنی کسی که اینجور خودشو میکشه در واقع میخواد با این مرگ یه پیامی به دیگران بده. درسته؟ میخواد بگه من خودم رو کشتم چون زندگی در مقابل ظلم رو بر نمیتابم. این نکته اولی. نکته دوم هم داره، بذارید بخونم. بله بله، خب همین اون اوکی، ما میگیم چی؟ ما میگیم اگر اون، اگر واقعیت رو میخواد به آرمان میگم آرمان، میخواد به عرض کنم ایدئال یا عرض کنم به یک شرایط فرضی عوض کنه، خودش داره این کار میکنه، خودش داره این کارو میکنه. اون واقعیتشو داره با یک شرایط غیر قابل شناخت و کاملا فرضی عوض میکنه. این غلط، اساسا غلطه دیگه. یعنی شما مگر اینکه بگید مثلا میگه آقا من هیچ نمیدونم چه اتفاقی میفته، میخوام خودمو بکشم ببینم چه اتفاقی میفته، آقای بکتی تا اینجا میتونیم قبول کنیم دیگه، درسته؟ میگه آقا نهایت استدلالش اینه، میگه بنده میخوام خودمو بکشم ببینم بعدش چه اتفاقی میفته، نمیدونم میخوام چه. این آره، شما این کارو عاقلانه میدونی، این کار توجیه میکنی؟ چجوری میشه توجیه کردین؟ به نظر من نه از لحاظ اخلاقی نه از لحاظ عقلیش توجیه نداره. بنده میخوام بیام بزنم تو مثلا توی گوش یه نفر ببینم بعدش چی میشه. ما باید واسه انجام یک کار اطلاعات یا استدلال پیشینی داشته باشیم. مرسی آیدی آسمانه که بودید. حالا بذارید در مورد ظلم هم توضیح بدم. در مورد ظلم، یکیش پیامه که طرف میخواد یه پیامی برسونه با اون کارش به دیگران. خب مثلا میخواد بگه من این زندگی در مقابل ظلم رو بر نمیتابم، خودمو میکشم، بدانید آگاه باشید. یا اینکه اون قدر آرمانگرا هست که واقعیتی رو که احساس میکنه به هیچ شکل نمیتونه نزدیک کنه به آرمانش. شهادت میدونی چرا به وجود میاد؟ شهیدا آرمانگرا هست، چریکا آرمانگرا هست. شهادت یعنی مرگ آرمانگرایانه، 100 درصد. حالا توضیح میدم خطراتش چیه.
شهادت یعنی مرگ آرمانگرایانه. حالا شهدا و چریکا، اکثر چریکا، اینا میدونید چرا خودشونو میکشن؟ و چرا خودشونو به کشتن میدن؟ حتی اگه نگیم خودشونو میکشن، واسه این که واقعیت موجود رو قبول ندارند، واقعیت موجود رو قبول ندارند، آرمان مطلوب هم نمیتونن بسازن. ما یه واقعیت موجود داریم، یه آرمان مطلوب، درسته؟ شما اگر واقعیت موجودتون رو قبول نکنید و آرمان مطلوبتون هم نتونید بسازید، نمیتونید زندگی کنید، نمیتونید زندگی کنید، خودتون اذیت میکنید، خودتون اذیت میکنید، یعنی یک جوری به خودتون ضربه میزنید. روشنفکرای مایوس میدونید کیا هستن؟ این روشنفکرایی هستن که میان روی مایک به بقیه تهمت تحقیر میکنن، بقیه رو تو سر بقیه میزنن. روشنفکر مایوس کسیه که از طرفی نمیتونه واقعیت زندگیشو تغییر بده، از طرفی نمیتونه به اون کمال مطلوبش هم برسه. این آدم مازوخیست یا سادیست، مبتنی بر سادیست میشه، یا خودشو اذیت میکنه یا دیگران اذیت میکنه. بعد از آقای سپانلو، مرحوم سپانلو نقل میکنم، یه بارم گفتم، آقای سپانلو میگفت بعد از 28 مرداد مصرف الکل و مصرف تریاک تو ایران به شدت افزایش پیدا کرد تو جامعه روشنفکری. چرا؟ چون جامعه روشنفکری بعد از 28 مرداد 32 فهمید که جامعه، عرض کنم خدمت شما، جامعه روشنفکری بعد از مرداد 32 فهمید که آرمان هایی که داشته نمیتونسته توی واقعیت انجام بشه، نتونسته توی واقعیت بهشون برسه، و چون این واقعیت رو نتونست به آرمانش نزدیک کنه، زد خودشو منهدم کرد. درسته؟ سلام و خیلی خوش اومد. حالا اینو بگم و تموم کنم حرفمو. این مشخصه چه جوامعیه؟ مشخصه جوامع ایدئولوژی زده و آرمانگرای بی روشه. الان دوستان تکسای بالا رو با کمال میل میخونم، بذارید من تموم کنم. این مشخصه جوامع ایدئولوژی زده و آرمانگرای بی روش. یعنی چی؟ ببینید، ما تو یک فرهنگ محصور تو یک چهار دیواری پرورش پیدا کردیم. این باعث شده که فقط چند تا گزینه مشخص رو به عنوان راهکار جلوی چشمون ببینیم. ببینید یه بار دیگه میگم، ما تو یک جامعه ایدئولوژی زده، میدونید چه جامعه‌ایه؟ جامعه ایدئولوژی زده جامعه محصوره، جامعه در چارچوبه، جامعه ایه که سیستم ایژوکیشنش بر اساس کنکوره، جامعه تست زنه. یعنی جامعه تست زن میدونن چی؟ میگه این سوالی که من روبروی شما میذارم چهار تا جواب بیشتر نداره. جامعه ای نیست که اندیشه توش پویا باشه، جامعه ای نیست که توش خلاقیت وجود داشته باشه. خلاقیت و اندیشه پویا یعنی این چهار تا سوالی که چهار تا جوابی که میذاری ممکنه نباشه، من میخوام برم دنبال جواب پنجمم بگردم. توجه میکنی؟ خب حالا شما نگاه کنید، توی این جامعه به شما میگن که واسه مسائل مختلف چند تا راه حل مختلف، چند تا راه حل مشخص بیشتر وجود نداره. یعنی توی فرهنگ سفید و سیاه، فرهنگ صفر و صد، فرهنگ همین کنکوری، فرهنگ همین چهار گزینه‌ای، یه مثال بزنم، معذرت میخوام طولانی شد، به شدت از دوستان معذرت میخوام، یه مثال بزنم علی، یادم اومد. شما جمله شریعتی رو یادتونه؟ شریعتی چی میگفت؟ یه جمله شریعتی میگفت دقیقاً مصداق همین جامعه بود، مصداق همین فرهنگه. شریعتی میگفت آنان که رفتند کاری حسینی کردند، آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدی هم. این جمله رو یادتونه؟ این نماد فرهنگ ایدئولوژی زده و محصوره. یه بار دیگه میگم جمله شو، میگفت آنان که رفتند کاری حسینی کردن، آنان که ماندند یا باید کاری زینبی کنند و الا یزیدیان. من برمیگردم به علی شریعتی میگم غلط آقا، غیر از یزیدی و حسینی و زینبی مدلای مختلف دیگه زندگی هست، مدلای مختلف دیگه زندگی هست، مدلای مختلف زندگی فقط توی همین سه تا مدل خلاصه نمیشه. جامعه محصور و ایدئولوژی زده فرهنگی آدم مایوس رو میکشونه به بنبست که انتخابی نداشته باشه جز خودکشی. این نکته مهمیه. جامعه ای که شما رو فقط با چهار تا سوال جواب مشخص بزرگ کرده، نذاشته شما فکر کنید، نذاشته خلاقیت داشته باشید، نذاشته نوآوری داشته باشید، نذاشته اندیشه پویا داشته باشید،
این جامعه شما رو به خودکشی نزدیکتر میکنه. توجه میکنی؟ چرا امروز توی اخبار داریم که واسه این تاپیک گذاشتیم؟ چرا واسه توی اخبار داریم سن خودکشی توی ایران شده 13 سال؟ چون اینا ساید افکت های این فرهنگ محصور و ایدئولوژی زده است. فرهنگی که به شما میگه فقط چند تا گزینه بیشتر نداری. شما وقتی رسیدی به مشکل میگی من باید این کارو بکنم یا این کارو بکنم یا خودکشی کنم. آقا نه، این کارو کنم یا اون کارو کنم یا خودکشی کنم، نه، غیر از خودکشی شما میتونی هزار راه دیگه واسه زندگی پیدا کنی. ولی چون شما رو تو این فرهنگ پرورش دادن و تو این فرهنگ بزرگ شدی، اساسا چند تا گزینه مشخص بیشتر سراغ نداری. اینم یه نکته دیگه. گفت که این همیشه همین که من همیشه اینو قبلا هم که میگفتم یاد این شعر اقبال میافتادم که به این دوستان، این چیزایی که ما داریم تموم نیست، هنوز خیلی چیزای دیگه هست. این شرایطی که ما باش مواجهیم هنوز زندگی تموم نشده، خیلی شرایط دیگه هست. گفت گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. هر وقت که به سختی توی زندگیتون رسیدین شعر یادتون بیاد. گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. فکر نکنید که الان دیگه تموم شد، زندگی تمومه، یه نفر نمیدونم از شما جدا شده دیگه تموم شد، نمیدونم پولم از دست دادم دیگه تموم شد. نه 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 نه، هزار هزار راه دیگه وجود داره واسه زندگی کردن. مرگ یه راهه. اینم یه نود، یک حرف دیگه. یه دلیل دیگه وجود داره که آخرین دلیله که اونم میخوام بکوبمش حسابی، اونم خودکشی های عشقیه که میخوام اینو دیگه بیشتر از همه بکوبم. یعنی اگه یه نفر به خاطر این چیزا بره خودکشی کنه، اینو واقعا بعد خود آدم به نظر من جا داره که دوباره بریم اینم بکشیم خودمون. این خودکشی های عشقی رو بعد از آقای کسبی توضیح میدم دیگه تموم میکنیم این بحث. معذرت میخوام، خیلی طولانی شد. بفرمایید جناب کسبی. خدمت جناب دوستان، مرسی که توجه کردید و معذرت میخوام، واقعا خیلی طولانی شد، خودم در جریانش هستم. خب سلام مجدد، امیدوارم که یه لحظه اجازه بدی. یعنی واقعا بذاری آقای کسی بیان، آقای کسی هستی الان؟ آها بفهم، بذاری دوباره تویایی کنم، واقعا من نمیفهم از یه فکر میکنم. بفهم بحث معنی زندگی رو، بحث معنی زندگی رو خیلی زود از روش گذشتی. حالا من میخوام یه سوالی ازت بپرسم. خب یعنی به نظرم اونقدری که باید در مورد صحبت باشه. ببین اول باید یه پرسش رو پاسخ بدی. خب من این پرسش رو از جانب خودم میپرسم، آیا معنی زندگی منظور همون زندگی هدفداره یا خیر؟ خب اول باید این رو پاسخش رو بدی، به نظرت رو توضیح بدی. ببین مثلا شما توی گزاره ای که گفتی، که البته این بیشتر از فیلسوفان عصر دکارت به این طرف سر میکنه و همینطور عصر روشنگری، این گزاره ای در مورد این که زندگی در درون خودش هیچ معنی و هیچ هدفی نداره، این رو بعد یه مقدار بیشتر بازش بکنه. خب اصلا معنی چیه، هدف چیه، به این شکل بگم درسته؟ وقتی که ما میگیم زندگی دارای معنی هست، آیا منظورمون اینه که زندگی همون هدف مشخص رو داریم به اصطلاح مطرح میکنیم؟ یعنی داریم میگیم زندگی هدف داره؟ این رو باید یه مقدار در مورد صحبت کنیم. حالا اگر میشه این رو نظرت این رو باز کنم و به این پرسش پاسخ کنیم. خب لزوم نداره. حالا خیلی خوبه. ببینید در مورد هدف من یک چیزی بگم. ببینید من نمیدونم واقعا فیلسوفان مثلا اگزیستانسیال در مورد مسئله هدف تو زندگی چه برداشتی دارن. خب حالا آقای دیزگرد میتونه تسلط و اشراف بیشتری داشته باشن روی این قضیه، اما مثلا فیلسوفان تحلیلی در مورد مسئله هدف زندگی، خب من حداقل از دو موردشون میخوام مثال بزنم، چون من بیشتر علاقم به فلسفه تحلیلی بود، بیشتر توی این زمینه بود که مطالعه کردم، زیاد از دیدگاه اگزیستانسیال توی مسئله وجود و معنا و اینا شاید زیاد خوشم نمیاد، چون استدلال به اون صورتی که دوست داشتم، یعنی گزاره‌وار و حتی مثلا ریاضی وار اینها داخلش هم. من یه چیزی در مورد مثلا هدف زندگی بگم، حالا بعد آقای ریزگرد بیاد منظورش رو از معنی و هدف بگه. ببینید ما یه فیلسوف اخلاقی داریم، اصلا یه دانشنامه فلسفه اخلاق داره به اسم پل ادواردز. خب ادواردز
در مورد مسئله هدف زندگی میاد میگه که معنی وابسته به هدفه، یعنی معنی زندگی رو کلن وابسته به هدف زندگی میدونه. و بعد میاد میگه که به اصطلاح دو تا شرط باید وجود داشته باشه که زندگی فرد داره هدف باشه. یکیش اینه که اصلا کلن هدفی وجود داشته باشه، یعنی هر فردی یه سری اهدافی رو برای خودش در نظر گرفته باشه، خب، و زندگیش رو مثلا یعنی بادبانی داشته باشه اون زندگیش که زندگیش که به زندگی اون فرد جهت بده. موضوع دوم اینه که موضوع دوم اینه که اون طرف یک رغبتی داشته باشه که این کارها رو انجام بده، یعنی اون اهداف به نوعی براش ارزش مثبت تلقی بشه. پس تا اینجا ادواردز میگه که معنی وابسته به هدفه و هدف باید دو تا شرط داشته باشه. بعد یه فیلسوف اخلاقی دیگه اومد و این دیدگاه رو اصلاحش کرد، یه ایرادی گرفت از دیدگاه ادواردز و گفتش که حرف ادواردز درست، زندگی هدفدار با این دو شرطی که ادواردز میگه اوکی میشه، یعنی مصداق پیدا میکنه، اما مسئله بر سر اینه که کسی میتونه هم تو زندگیش هدف داشته باشه، هم رغبت برای انجام و اهداف و ارزش‌های مثبت داشته باشه، اما زندگیش مملو مثلا از کارهای خباثت‌آمیز و کارهای پلید و زشت هم باشه. آیا میتونیم بگیم که مثلا این فرد به زندگیش معنی داده؟ خب بعد میاد میگه که علاوه بر دو شرطی که ادواردز مطرح میکنه، این آقای کوین که اومد این دیدگاه رو اصلاح کرد، میگه که باید یه شرط سومی هم وجود داشته باشه و اون اینه که این فرد علاوه بر داشتن اهداف و علاوه بر این که اون اهدافش باید ارزش مثبت داشته باشن، طرف باید مدام در زندگیش تلاش بکنه، کوشش بکنه برای اینکه بتونه به همون هدفهایی که در نظر گرفته دست پیدا بکنه. یعنی این مورد میشه گفتش که موردی بود که اضافه کرد برای اینکه بگه که اون کار خباثت آمیز به طور کلی مخالف روح معنی و هدف زندگی است. مثلا این دیدگاهی که فرض می‌کنیم مثلا فلسفه تحلیل در مورد معنی و هدف زندگی مطرح می‌کنه، من از دیدگاه اگزیستانسیال بهشت اطلاع ندارم، اما آرزیا خیلی زود گذشت از این مسئله، کاش این مسئله رو بیشتر باز می‌کرد، مسئله معنی، مسئله هدف. و این پرسشی که من مطرح کردم که اگه ایشون یه مقدار در موردش صحبت کنه، مثلا خیلی بحث خوبی هم می‌تونه باشه. حالا درسته موضوع جداگانه‌ای نیست مسئله هدف و معنی زندگی، اما چون در رابطه با مسئله خودکشی بیان کرد، بهتون پرداختم بهشون همچین خالی از لطفم نباشه. خیلی متشکرم، مرسی، بفرمایید. سی جناب کسری، عرض کنم خدمتتون که توضیح بدم به دوستانی که جدید تر آمدن، هم همه سلام و امیدوارم خیلی خوب باشید و خیلی خوش اومدید و خیلی لطف کردید که تشریف آوردید. بذارید من توضیح بدم. آره، من اتفاقا اینو گفتم، اگه یادتون باشه دوستان، اگه یادشونه، اگه این حرف من یادشون میاد یه دو بزنن، واقعا اگه یادتون نمیاد دو نزنید، منتظر روم آقای ولی بی ولی میمونیم اونجا بشنوید. من اتفاقا آقای کسری اینو گفتم، گفتم که من واسه این بحث معنای زندگی که هزاران هزار پیپر در موردش نوشته شده، یک جواب یک جمله بیشتر ندارم. بعدم گفتم این خلاصه کردن به معنی تسخیف و خفیف شمردنش نیست. اینو یادتونه دوستان گفتم؟ کیا یادشون حرف زدم؟ کسی یادشه واقعا حرف من زدم؟ من دقیقاً این جمله بود که گفتم. گفتم من یک جواب یک جمله‌ای دارم واسه این، اما این جواب یک جمله به معنی خفیف کردن و تسخیف کردن این بحث نیست. بعدم مثال زدم. ببینید مثلا ما توی فلسفه آقای کسیال شما دارید میگید، ما یه چیز داریم به نام باور صدق موجه. باور صدق موجه یه چیزی بوده که از زمان، عرض کنم خدمت شما، یه لحظه اجازه بدید، ببینید مثال میزنم. ببینید ما یه بحثی داریم تو فلسفه به نام، عرض کنم خدمت شما، که باور صدق موجه. حالا بعد جورای دیگه هم در موردش صحبت میکنن، باور صدق موجه و این چیزا، که الان باش کاری ندارم. خب این از زمان افلاطون ما داشتیمش و از قرنها و قرنها هزاران هزار هزار هزار، عرض کنم خدمت شما، پیپر در موردش نوشته شده. آقای کستوی، یه نفر پیدا میشه توی جهان به نام آقای ادموند گتیه، فرانسوی بود، آمریکایی تبار بود، معذرت، یه فیلسوف آمریکایی بود، آقای ادموند گتیه،
این آقای ادموند گیتیه میدونی چی کار کرد؟ آقای چیز شما بگم، ایشون اومد یه مقاله نوشت دو صفحه، دو صفحه، دو صفحه. بخونی در مورد ادموند گیتیه چی کار کرد. ادموند گیتیه با این مقاله دو صفحه ایش تمام چیزهایی که تو این زمینه از زمان افلاطون تا به زمان خودش گفته بود همه رو رد کرد و همش دیگه عوض شد. یعنی اون قضیه باور صدق موجه توی فلسفه که بحث خیلی خیلی مهمیه، حالا بعدا توی حوزه شناخت خیلی اهمیت داره، بعدا شاید بهتون خصوص در موردش صحبت کردیم، اون از زمان عرض کنم خدمت شما تا توی قرن 20 ها، این ادموند گیتی توی قرن 20 ها، از زمان افلاطون هر چی گفته بود با همین مقاله دو صفحه، بیشتر مقاله ننوشت، با همین مقاله دو صفحه‌ای همه اینا رو نابود کرد. بله بله، همه اینا رو نابود کرد فقط با همین دو صفحه. بعضی وقتا جواب دادن مختصر به یک چیزی به معنی خفیف کردن و یا تسخیف کردن اون قضیه نیست. این نکته اول. اون چیزی که من گفتم خیلی توضیح، اینجا حرف جناب عالی کاملا درسته، اون چیزی که من گفتم خیلی توضیح داره. حالا من توضیحش نمیخوام بدم، ولی میخوام جواب سوال شما رو با یک مثال بدم. ببینید، تو گفتم ببینید، هدف داشتن یک چیزیه توی مثلا مباحث اینجوری که ما بحث میکنیم. اگه من بگم که ما گفتم لزوما نه، الان توضیح میدم، اگه من بگم که هدف، مثلا من میگم آقا زندگی با معنای بدون هدف نیز داریم، خب بعد شما میگی مثال بزن، هر مثالی من بزنم شما میگی یعنی هدف. این نمیتونیم با اینجوری نمیتونیم، نه شما که میگم، نه هر کسی رو برو ما قرار بگیره. هدف یک چیزیه که شما اگر بگید بنده الان فراوون، الان مثال بزن، اگر شما بگید که مثلا یه چیزی رو مطرح بکنید، بگید آقا شما میخواید زندگی کنید، سلام خانم شیرین هستم، خوش اومدید، شما اگر بخواید عرض کنم خدمت شما که بگید آقا میخواید زندگی کنید، فقط فردا میخواید زندگی کنید، میگی آقا شما نمیتونی فردا زندگی کنی مگر که هدف داشته باشی. میگه آقا من هیچ هدفی ندارم، میخوام فردا زندگی کنم. میگه همین خودش هدف. میگه دیدن فردا خودش هدف. درسته؟ میخوام بگم آقای کستوی، این چیزا توی مخصوصا توی مباحث اینجوری خیلی راهزنی میکنه به قول من. یعنی هر جوری بخوایم بریم به سمتش، طرف مقابل میتونه واسه من یه چیز بگه، بگه آقا همین که میگه هدف نیست، هدف. درسته؟ این نکته اول. حالا من جوابم به این چیه؟ من واسه اینم جواب دارم. ببینید، من واسه این جواب دارم. جوابی که واسهش دارم اینه. آقا من معتقد به یک حرفی ام که اون حرف اینه. علاوه بر اینکه میگم زندگی بی‌معنیه و انسان به زندگی معنی میده، این سر جای خودش محکم قبولش دارم و استدلال دارم هستش. اما بریم سر حرف دوم. حرف دوم من اینه، ببین آقا من به یه چیز معتقدم به نام این، یه لحظه اجازه بدید دوستان، یه لحظه اجازه بدید من تکس رو بزنم دوستان، توجهشون میخوام، من تکس یل کنم. این آقا، این مرامنامه من توی زندگی، اگر کسی به این اعتقاد داشته باشه هدف دیگه مبنای زندگیش اصلا نیست. من به این اعتقاد دارم که رفتن رسیدن است. میدونی چرا بهش اعتقاد دارم؟ چون که شما محال تضمینی داشته باشید که تا 3 دقیقه دیگه بتونید زندگی کنید، تا 3 دقیقه دیگه ندارید آخر. درسته؟ بنابراین فقط رفتنه، یعنی هدفی وجود نداره، هدف معنی نداره. اگه شما میخواید یک چیزی واسه خودتون ترسیم کنید، بگید این مثلا آرمان منه، هدف منه که من میخوام به این برسم، بسیار کار خوبیه به عنوان متد. اما همینو میشه درش مناقشه کرد. یعنی بنده کاملا میتونم واسه شما استدلال کنم که اگر کسی، هر کسی، کسی که بگه زندگی بدون هدف معنی نداره، من واسه سرش مناقشه میکنم. یه مثال هم میزنم، مثال عرفای ما، عارفان ما، عارفای ما کسایی بودند که کاملا ابعاد، عرض کنم خدمت شما، مرسی خانم عسل جون که بودین، کاملا ابعاد، عرض کنم خدمت شما، همین وجه اگزیستانسیالیست که داره شما میگید، توی عارفا خیلی پررنگ بود و خیلی مبتنی بر سابجکتیویته بودن، نه سابجکتیویته دکارتی، به این معنی که اینا کاملا در درون خودشون زندگی میکردن، هدف هم نداشتن. اگه از بزرگترین عارفای ما سوال کنی که هدف چیه، نمیگی رضایت خلقه، حتی نمیگی رضایت خداست، چون از همه اینا عبور کردن ها. یعنی از طریقت، شریعت رسیدن به حقیقت. وقتی میرسه به حقیقت اصلا دیگه اینجا تمومه دیگه. بعد از این اون عارفه، زندگی شما بگو حالا هدف چی از زندگی؟ میگه آقا من هستم که هستم. توجه میکنی؟ هستم که هستم. با معنی ترین زندگی هم همین عارفا داشتم. زندگیشون هم خیلی با معنا بود. اما هیچ هدفی هم نداشتم. واقعا هدفی هم نداشتم. توجه میکنی؟ و خیلی خیلی مدل های دیگه که میشه در موردشون صحبت کرد. پس به نظر من دو تا دلیل دارم واسش. یکی این که
رفتن رسیدن است، یعنی هیچ تضمینی وجود نداره. اگه شما میگید که زندگی بدون هدف زندگی نیست، خب شما، ما میگیم این هدفی که شما میگی هیچ تضمینی واسه رسیدن بهش نیست، این اصلا کار خراب میکنه. شما یه چیزایی باید توی زندگی وجود داشته باشه، ولی معنای زندگی من اینه که رفتن رسیدن، هیچ دلیلی شما واسه رسیدن به هدفت نداری و لزوما میتونی اصلا خیلی چیزا رو به عنوان هدفم مطرح نکنی. توجه میکنی؟ مثلا میگه آقا مثلا من دارم زندگی میکنم که مثلا دکترا بگیرم. کاملا میتونی نگیری، درسته؟ کاملا میتونی نگیری، درسته؟ یا هر چیز دیگه، یا هر چیز دیگه، یا هر چیز دیگه. شما مثلا همین مثال فردا رو میزنم، شما میگید بنده بدون هیچ هدفی میخوام فردا زندگی کنم. میگن آقا خودش هدف، میگن خودش هدف، دیدن فردا خودش هدف. حالا شما اینو مثلا معنی کن. من کاملا معذرت میخوام، آشنام با این نوع استدلالا. این که زندگی معناداریش بر مبنای هدفه، این استدلالش به ما بدهکارید. این استدلال بر علیهش که فراوونه که دارم میگم یکی یکی. دوم این که هر چیزی شما مطرح کنید میگن این یعنی هدف، حتی اگه هدف نباشه. سوم این که وقتی داریم در موردش صحبت میکنیم میگیم آقا رفتن رسیدن است، یعنی که شما حرکت کنید. این که لزوماً به سمت یک مسیری حرکت کنید، لزوماً فلان، گفت به راه بادی مردن به از نشستن باطل، اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. آدم خوبه که در زندگیش هدف داشته باشه، اما این که هدف فقط زندگی رو معنی میکنه من قبول ندارم. این تا اینجا کن به دلایلی که توضیح دادم. اجازه بدید دوستان، اگه بالا تکسی زدم من خیلی متوجه نشدم. اجازه بدید، اوکی بذارید من این خود خیلی طولانی شد به قول آقای میلان، بس خیلی طولانی شد. ولی خانم نیکا صحبت کنن، آیدی یک خاک هم صحبت کنن. من فقط این خودکشی عشقی رو بگم که تموم کنم بحث خودم، هرچند که این بحث خیلی طولانی میشه بازم متاسفانه. بذارید خانم نیکا صحبت کنم، بعد من قبل از آقای یک خاک یک کوچولو در مورد خودکشی عشقی هم میگم که دیگه بس تموم بشه. بفهم بعد سلام میکنم و تشکر میکنم از آقای ریزگرد و بحثی که داشتن و دوستانی که شرکت کردن. آقای ریزگرد، میدونم که الان بحثتون کلن روی موضوع نیست، ولی خب یه جورایی هم همطور که آقای کسبه گفتن، خب به هم دیگه میشه گفتش که پیش نیاز همه به هم ارتباط داره. ولی وقتی که شما اینو گفتید من با این موافقم که رفتن رسیدن است، ولی اون چیزی که باعث میشه که شما حرکت بکنید یه انگیزه ایه. انگیزه در چه جهتیه؟ یعنی وقتی که اینو از خودتون سوال بپرسین که خب بله رفتن رسیدن است، ولی اینکه چه چیزی باعث میشه که یک کسی حرکت میکنه یا حرکت نمیکنه، اون چیزی که باعث میشه که انگیزه درون شما قوی تر باشه و انگیزه درون یک فرد دیگه قوی نباشه چیه؟ پس وقتی که اینو بخواید نگاه بکنید، به نظر من فکر میکنم که چندین تا سوال به وجود میاد. یکی اینکه آیا مثلا یه آدمی حرکت میکنه اما همش درجا داره میزنه، مثلا یه آدمی میمونه که مثلا نمیدونه که کتابو چجوری بخونه، نمیدونه مثلا میخواد راجع به تاریخ مطالعه کنه اما نمیدونه باید چجوری شروع کنه، یا مثلا من خیلی از دوستامون دیدم میخواد تحقیق علمی کنن نمیدونه باید چی کار کنن، همین اطلاعات جمع میکنن، اما این اطلاعات صرفا جمع کردنش به هیچ دردی نمیخوره، یعنی فقط شما باعث شده که شما یه چیزی رو یاد بگیرید اما نمیتونی اون رو طبقه بندی کنی، نمیتونی ازش استفاده بکنی. خب این فقط به نظر من این رو شکل نمیده که شما حالا حرکت کردی ولی هیچ کاری نکردی در اصل، یعنی فقط تونستی مثل اطلاعات رو جمع بکنی، نتونستی به اون جایی که بالاخره باید این به یه نتیجه منجر بشه به اون نتیجه برسی. این درسته که ما تو موافق هم که اون کسی که حرکت میکنه و اون کسی که نمیکنه کاملا معنی و مفهوم زندگیش با هم فرق میکنه، اما به نظر من به اون قسمتش هم باید توجه کرد. بذارید اینو براتون هم بخونم یه لحظه، میدونم که وسط بحثم هست ولی این دقیقا هم چیزی که شما گفتید تو این کتاب هستش. میگه هر کسی که کاری میکند هر قدر هم کوچک در معرض خشم کسانی است که کاری نمیکنند، هر کسی که چیز را میسازد حتی لانه فروریخته یک جفت قمری را منفور همه کسانی است که اهل ساختن نیستند، و هر کسی که چیزی را تغییر می‌دهد فقط به قدر جابجا کردن یک گلدان که گیاه درون آن ممکن است در سایه بپوسد و بمیرد، باید در انتظار سنگباران همه کسانی باشند که عاشق توقف
نو ایستایی سکون. من با این قصاتتون کاملا موافقم، اما این همه این حرکته به هر حال یک جایی رو باید دنبال بکنه، یک مسیر رو، و من خیلی نتونستم با استدلال شما قادر بشم. اگه امکان داره بعدا روش توضیح بدید. مرسی. عرض کنم خدمت شما که ببینید دقیقا شما همون راهی رو رفتید که من گفتم دیگه. حالا من یه مثال واسه شما میزنم، شما به من بگید اگر یه نفر خودکشی کنه زندگیش هدف داره یا هدف نداره؟ اینو جواب بدید. من یه نفرم چی جواب بده؟ هدف داره. خب تموم شد رفت. پس هدف لزوما ارزشی نیست اینجا. هدف لزوما ارزش. خب تموم شد. یه نفر شما حتی خودکشی رو هم میتونید به عنوان یک هدف مطرح کنید و توجیهش هم بکنید. پس آیا هدف لزوما به معنی معنای زندگیه؟ خب خودکشی هم که هدفه که، خودکشی هم هدف. درسته؟ حالا هر چیز دیگه که شما در نظر بگیرید، هر چیزی که در نظر بگیرید، ببینید این بحثا رو من کاملا باش متوجه، یعنی کاملا میفهمم که به کجا میرسه. اما اولش هم گفتم شما هر چیزی رو بگید، حتی نفس کشیدن میتونید بگید هدف، میتونید بگید هدف. هر جا شما هر چیز الان میخواید بگید، توجه میکنی؟ نه 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 نه. خب شما میگید آقا یک کبوت، آید یک کبوت، شما میگید فراره، اون میگه هدفه، میگه آقا من خودکشی واسم هدف، بنده الان اعلام میکنم که خودکشی واسم هدفه، میخوام برم خودمو بکشم. میخوام با چی کار میخوام بکنید؟ توجه میکنی؟ این من آشنام با این بحثه. اونم میتونه بگه هدف، به قول شما فرار هم میتونه هدف باشه. میخوام به شما بگم مبنای معناداری زندگی هدف نیست، مبنای معناداری زندگی چیز دیگه است. حالا اگه از من بپرسید معنای معناداری زندگی چیه، بنده چیز دیگه به شما میگم. بنده به شما میگم مبنای معناداری زندگی واسه آدمای متفاوت متفاوت. مثلا بحثی درش نیست، بحثی درش نیست. شما میگی آقا زندگی، ببینید یه مثال از سعدی واسه شما بزنم. سعدی میگفت که گفت خوردن برای زیستن و ذکر گفتن است. تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. کسی متوجه شد؟ یه بار دیگه میخونم. میگه خوردن برای زیستن و ذکر گفتن است. تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. میگه آقا خوردن، غذا خوردن واسه اینه که بتونی غذا بخوری کار کنی، اما واسه یک انسانهای غذا خوردن هدفه. طرف زنده میمونه که غذا بخوره. حالا شما واسه من هدف معنی کنی الان. حالا شما واسه من هدف معنی کنی. خوردن برای زیستن و ذکر گفتن است. تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. میگه آقا یک زمانی خوردن وسیله هست، اما یک زمان خوردن تبدیل میشه به هدف. ما زنده ایم که بخوریم. تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. هر آدمی زندگی رو یک جوری معنی میکنه واسه خودش، توجه میکنه. حالا اگر مثلا از برید دیگه پرسونالش کنید، شخصیش کنید، مثلا از من بپرسید بگه آقای ریزگر شما زندگی هدفش چیه، معنیش چیه، بنده میگم آقا معنیداری زندگی واسه من اینه که آدم مفیدی باشم. آقای کستوی اگه مثلا من یک روز بفهمم که آدم مفیدی نیستم، اون روز زندگی بی‌معنیه. توجه میکنید؟ آدم های مختلف میتونن جوای مختلف به این بدن. آدم های مختلف جوای مختلف به این بدن. حالا به هر حال از این میگذریم. عرض کنم خدمت شما این تا اینجای موضوع. آقای یک خاکی یه لحظه اجازه بدید من یه چیز بگم اینام تموم کنیم. بعد در مورد خودکشی عشقی هم بگم که همه اینا رو گفته باشیم. ببینید در مورد خودکشی های عشقی به این معنی که عاشقی و معشوقی یکیشون دیگری رو از دست میده فراوون، بله خانم عزتمان، دقیقاً دقیقاً آدم داریم، یعنی مورد داریم که مثلا عرض کنم خدمت شما ابروشو تغییر میده، احساس مفیدی دیگه نداره. مثلا میگه من دیروز ابروم اینجوری بود، خیلی احساس مفید بودن میکردم، ابروم امروزی که هم خراب شده احساس مفید بودن نمیکنم. خب میگم بله خیلی همون مفید بودن هم خودش تعریفای متفاوت. خودکشی های عشقی بر این مبنا که یک عاشقی و معشوقی هم یکیشون طرف دیگر از دست میده و زندگی واسش غیر قابل تحمل و بی معنی میشه، در نتیجه طرف خودکشی میکنه. ببین یه نکته بگم اول، من نمیخوام در مورد این توضیح بدم، فقط میخوام چند تا مثال بزنم. ببین ما چند تا مثال بزنیم. من از میخوام فرهاد و شیرین شروع کنم.
ببین مثلا ما یه افسانه‌ای داریم به نام فرهاد و شیرین، حالا در افسانه بودن و واقعیت بودن شو اینا کاری ندارم، خودکشی پلتاکی. حالا میخوام اینو بگم، ببینید آقای منتظر، دقیقا مورد داشتیم که طرف میگفته یا عد میکنه یا خودمو میکشم. اینم مورد تو اینجوری فکر کنم داشته باشیم، حدیث داریم در موردش. ببینید شما در مورد یک مثال های مثل فرهاد و شیرین شما در نظر بگیرید، شما ما فرهاد خودمون، خانم گیلا میگه فرهاد خودمون، خانم گیلا فرهاد شما کی؟ فرهاد مجیدیه. فرهاد ما که فرهاد مهراده، ولی فرهاد من، ببینید در مورد فرهاد و شیرین شما در نظر بگیرید، فرهاد و شیرین، فرهاد که خودشو از عشق شیرین هلاک میکنه، مبنا کاملا رو چی؟ میشه شما بگید مبنای کشته شدن فرهاد چیه؟ فرهاد کوکن، مبنای کشته شدن فرهاد چی بود؟ مبنای کشته شدن اسطوره عشق و عاشقی ما دروغه، دروغ، فریب، خانم شکوفه گل، فریب، دروغ، نه 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 نه، دروغ، فریب، فریب. فرهاد و بهش دروغ گفتند، خسرو یه نفر رو فرستاد گفت برو بهش بگو شیرین خودشو کشته، در حالی که شیرین خودشو نکشته بود، گفت برو بهش بگو شیرین کشته شده. یه نفر اومد دروغ گفت، گفت که آقا شیرین کشته شده، آقای فرهاد هم زد خودشو کشت. یعنی اسطوره عاشقی ما مبناش روی فریب بوده. دوستان چرا اینجوری استنتاج میکنید؟ شما میگید فداکاری همون خودکشیه، الان دوباره میگید اینم ناامید شدن، فریب نیست. خانم شیرین عسل، من اگر بیام به شما دروغ در این حد بگم شما بزنی خودتو بکشی، فردا من میگم شما ناامید شدی. دروغه، فریب بنیانکنه. ناامید چیه؟ عرض کنم خدمت شما که پس این نکته اول که یادتون باشه، مبنای اسطوره عشق ما روی فریب بود و آخر داستان روی فریب و دروغ انجام شد. این نکته. یه مثال بزنم توی چیز، در مورد فیلم هم صحبت کردیم در مورد خودکشی، اما چقدر میتونه تأثیر بذاره. خب اون کسی که امید وصال از دست میده خودشو میکشه، اون خیلی درماش قبلا صحبت کردیم در مورد اشمون، آدم خیلی آدم خطرناکیه. حالا توضیح میدم، بذارید یه چیز بگم. ببین توی سینمای ژاپن، آقای کاستوی و دوستانی که سینما رو دنبال میکنن، نمیدونم بقیه دوستانی که اینجا سینما رو دنبال میکنن، یه کارگردان ژاپنی داریم به نام آقای کنجی میزوگوچی. نمیدونم فیلمای میزوگوچی رو دیدید یا نه. من به شدت فیلمای میزوگوچی رو همه رو بهتون پیشنهاد میکنم ببینید. کنجی میزوگوچی، خانم ایزدبان، یه فیلمی داره به نام عاشقان مصلوب. این فیلمو ببینید. فیلمی داره به نام عاشقان مصلوب، افسانه چیکاماتسو هم بهش میگن، یا عاشقان مصلوب یا افسانه چیکاماتسو. توی اون فیلم یه زنی هست، شوهرش فکر میکنه بهش خیانت کرده، بعد شوهره میگه تو به من خیانت کردی، در حالی که زن بهش خیانت نکرده. بعد شوهره بهش میگه تو باید خودتو بکشی، میگه تو باید خودتو بکشی. بعد عرض کنم خدمت شما، فهمیدن چی؟ بیارمی حلالتون نمی کنم اگه بحث رو منحرف نکنید، تا بچه هم ببرم اسکول رو برگرم. آی خدایا، آه فوق‌العاده بود. عرض کنم خدمت شما که اینا، شوهره بهش میگه که من، تو باید بری خودتو بکش چون من خیانت کردی. خانم هم بهش میگه من به تو خیانت نکردم، و خانم فرار میکنه میره. خانم فرار میکنه از خونه میره، بعد قبول نه، حاضر نمیشه خودشو بکشه. توجه میکنه حاضر نمیشه خودشو بکشه. بعد میره جلو. عرض کنم خدمت شما همینطوری که میره به یک جایی میرسه، میفهمه که عوامل شوهره میخوان بگیرن و بکشنش. توی قایقی بوده، اونجا تصمیم میگیره خودکشی کنه. وقتی میخواد تصمیم بگیره خودکشی کنه، یه پسره بوده که تو زندگیش بوده و پسره همیشه دوست داشته. یهو پسره سر کلهش پیدا میشه و میبینه زنه داره خودکشی میکنه. میگه میخوای چیکار کنی؟ میگه ندارم، عوامل شوهر من میخوان منو بگیرن و مجبورم خودکشی کنم. بعد میگه که
خب اوکی، اگه اینجوری فکر میکنی خودتو بکش. میگه آره و من خودم بکشم. تصمیم میگیره خودشو بکشه. تو لحظه آخر پسره بهش میگه من فقط میخوام یه چیز بهت بگم قبل از که خودتو بکشی. میگه بگو. میگه میخواستم بهت بگم که توی همه زندگی من تو رو دوست داشتم. زنه برمیگرده نگاه میکنه میگه واقعا؟ میگه آره. میگه خب شرمنده، من دیگه خودمو نمیکشم. یعنی شما الان من این فیلم میزوگوچی رو نابودش کردم، ولی شما فیلمو نگاه کنی، بی‌نظیر این فیلم، بی‌نظیره. بعد کار به یک جایی میرسه که همین خانومه با همون خانومه با نه 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 اصلا نگاه کنید آقای کسه، اصلا مراتب ارزشش خیلی بالاتر از اینه. خیلی فیلم فوق العاده ایه، خیلی فیلم فوق العاده ای این فیلم. شما نگاه کنید، این هم نه خانم آیلیدی، همین میخوام بگم اگر عشق مهمه و اون نمیتونه بدون عشق زندگی کنه. مثلا رو خانم آیلیدی میدونی واسه چی زدم؟ این مثاله رو واسه این زدم که بگم عشق میتونه بهانه زندگی باشه، بی عشقی نمیتونه بهانه مرگ باشه. حرف من اینه، عشق میتونه بهانه زندگی باشه، اما اینکه شما عشقتون از دست بدین نمیتونه بهانه مرگ باشه. من قبول ندارم. این یک رابطه یک طرف است تا اونجا که من میفهممش. اون قسمت شما اصلا قبول ندارم. شما میتونید عاشق یک نفر بشید که بشه بهانه زندگیتون، واسه اون زندگی کنید، خوش به حال همچین کسی. اما اینکه یک نفری مثلا شما رو دوست داشت یا عاشقتون بود ول کرد رفت شما خودتون رو کشتید، این بعد بریم در حماقت طرف شک کنیم و بقیه ماجراها. آقای کسی با کمال میل، چشم. یه نکته، سه تا نمونه خیلی مهم دیگه هم هست. اون سه تا نمونه هم خوش خودتون بهشون فکر کنید، که به نظر من سه تا نمونه خیلی خیلی مهمه در مورد عشق توی آثار شکسپیر، که هر سه هم توش خودکشیه. کسی میتونه بگه؟ امیدوار بشم. توی سه تا از آثار شکسپیر خودکشی خیلی معروفه و خیلی مشخصه. اون سه تا رو میشه بگید؟ املت منظورتون هملت، رومئو و جولیت هملت، تا اینجا درسته؟ سومی؟ دقیقاً اوتلو. دقیقاً. لذت میبرم از اینکه توی همچی جمعی هستم که اینقدر انسان‌های آگاهی هستن. واقعاً. اوتلو، رومئو و جولیت و هملت، هر سه توش مبنای خودکشی وجود داره، هر سه به یک شکل. که شکسپیر توی هر کدومشون به نحو متفاوتی خودکشی رو مطرح میکنه. مثلا توی اوتلو وقتی جهل و حماقت و شک باعث میشه که به دزدمونا شک کنه، خب اوتلو به دزدمونا شک میکنه، بعد چیکار میکنه؟ میزنه دزدمونا رو میکشه. وقتی میفهمه اشتباه کرد خودکشی میکنه، درسته؟ این یه مبنای خودکشیه که بر اساس اشتباهه، بر اساس اینکه انسان به یک اشتباه خودش پی میبره و نمیتونه دیگه زندگی واسه خودش هندل کنه. اوتلو از اوج اشتباهی که توی زندگیش کرد خودکشی کرد. این نکته اول. اما تو رومئو و جولیت، توی رومئو و جولیت این داستان جهل اوتلویی یه بار دیگه تکرار میشه توی مرگ رومئو. خب اونجا چه جوریه؟ اونجا جولیت خودشو سوری میکشه، یعنی خودشو سوری دیگه دقیقاً میکشه، اما خبر درست به رومئو نمیرسه. بعد رومئو خودشو میکشه از چی؟ از بیخبری. یعنی رومئو وقتی فکر میکنه که جولیت خودشو کشته، میزنه خودشو میکشه، در حالی که اصلا خبر اشتباه بود، درسته؟ بعد جولیت از اون مرگ سوری که بلند میشه ماجرا رو میفهمه، اونم میزنه خودشو میکشه، درسته؟ حالا شما نگاه کنید، حالا میخواستم خانم شیرین عسل همینو بگم. این ناامیدی که شما میگید توی رومئو و جولیت معنی میده. چرا خانم شیرین عسل؟ به خاطری که توی رومئو و جولیت طرفین خودشونو ملامت میکنن، خودشونو مقصر میدونن. رومئو در ایجاد شرایطی که واسه جولیت به وجود اومده بود خودشو مقصر میدونست. جولیت هم در مورد اتفاقی که افتاده بود در مورد رومئو خودشو مقصر میدونست. شکسپیر توی رومئو و جولیت داره از یک خودکشی صحبت میکنه که مبنای اون خودکشی اینه که طرف خودشو در مقابل زندگی دیگران مسئول و گناهکار میدونه. البته که همین نیست توی شیرین و فرهاد. توی هملت که به نظر من مهمترین قسمته، توی قضیه هملت چه اتفاقی میفته؟ توی قضیه هملت یه نوع خودکشی دیگه داریم. توی قضیه هملت از طرفی اوفلیا وقتی نمیتونه مرگ پدرش، پولونیوس پدرش، وقتی اوفلیا نمیتونه مرگ پدرش رو تحمل کنه دیوونه میشه، بعدم خودکشی میکنه، درسته؟ اما مهمترین قسمت، دوستانی که قصد دارن خودشون رو بکشند سر مسئله عشقی، دوستانی که
سر مسئله عشق میخوان خودکشی کنن، فقط لطف کنن حمله تو بخونن. به نظر من خیلی مفیده. یعنی اگه خواهد خودتون رو بکشید، یک مثلا یک ساعت وقت بذارید حمله تو بخونید، بعدا خودتون رو بکشید. حملت نخونده نمیرید. مهمترین قسمت حملت زمانیه که حملت که اون همه دردها و شکهای عالم هجوم میاره بهش، تا یک قدمی خودکشی میره، اما یه تردید عالمانه پیدا میکنه. اونجاست که برمیگرده اون دیالوگ معروف رو میگه. بذارید من بخونم این وسطتون بعد تموم کنم. این آخرین حرفا. To be or not to be. درسته؟ بودن یا نبودن. حالا من از رو میخونم واسه شما اینو و تموم میکنم حرفمو. با ترجمه آقای علاءالدین پازارگادی میخونم. حملت توی ببینید تمام شرایط دست به دست هم داده که حملت خودشو بکشه. یعنی همه چیز بر علیهشه. دوستانی که اون بالا داشتن تکس می‌زدن در مورد شرایط سخت زندگی صحبت می‌کردن، دیگه شرایط سخت‌تر از زندگی حملت که نبود که. حالا بذارید ببینید حملت چی میگه. آقای برکلی، اونجا بود که در مورد جهل به بعدش صحبت می‌کردیم، که می‌گفتیم بعدش نمی‌دونیم چه اتفاقی می‌افته. حالا شما نگید حملت اون جهل به بعدش رو چجوری توضیح میده. بودن یا نبودن، معما همین است. آیا شرافتمندانه تر است که ضمیر انسان تیر طالع شوم را تحمل کند، یا در برابر طوفان بلا قد برافرازد و سلاح برگیرد و آن را پایان دهد؟ سؤال بنیانکن. یه بار دیگه میخونم. آیا شرافتمندانه تر است که انسان ضمیر تیر طالع شوم را تحمل کند، یا در برابر طوفان بلا قد برافرازد و سلاح برگیرد و آن را پایان دهد؟ مردن و به خواب فرو رفتن و دیگر هیچ. آیا از طریق چنین خوابی میتوان گفت که رنج درونی و هزاران فشاری که طبیعت در وجود ما به ودیعت نهاده است پایان مییابد؟ سوال بنیانکن دوم. همش خنجر دستشا، خنجر رو گرفته تو دستش میخواد خودکشی کنه، اما قبلش این سوالا رو از خودش میپرسه. آیا از طریق چنین خوابی میتوان گفت که رنج درونی و هزاران فشاری که طبیعت در وجود ما به ودیعت نهاده است پایان مییابد؟ این غایت کمال و منتهای درجه آرزوست. ولی مردن و به خواب فرو رفتن، خوابیدن و احتمالاً خواب دیدن، اشکال در همین است. چون در آن خواب مرگاسا وقتی از تلاطم زندگی بر کنار شده ایم، رؤیاهایی که به سراغ ما می آیند ما را به تفکر وامی دارند. آن فکری که چنین زندگی طولانی را فاجعه می شمارد مستوجب احترام است. چون چه کسی مایل است تازیانه و تحقیر زمانه و بی‌عدالتی یک ستمگر و اهانت مردی مغرور و رنج عشقی که مردود شده و تأخیر قانون و جسارت صاحبان مقام و خفتی را که از طرف نالایقان نصیب شخص شایسته می شود تحمل کند، در حالی که خنجری برهنه می تواند او را از قید زندگی برهاند؟ میگه کیه؟ میگه انسان چطوری ممکنه تمام این بدبختی ها رو تحمل کنه، اما در حالی که میتونه با یک خنجر از همه اینا راحت بشه؟ چرا این کار نمیکنه انسان؟ چرا انسان این کار نمیکنه؟ چه کسی میخواست بار زندگی را تحمل کند و زیر فشار طاقت فرسای آن عرق بریزد و ناله کند، اگر ترس از چیزی که پس از مرگ میآید وجود نداشت؟ ترس از آن سرزمین مجهولی که از مرزهای آن هیچ مسافری باز نمی گردد. فوق‌العاده است و اراده را مبهوت و وادارمان می کند که آن همه بدبختی را تحمل کنیم تا به سوی بدبختی های دیگری که از آن بیخبریم بشتابیم. پس وجدانمان بر حذرمان می‌دارد و جسارت طبیعی با فکر آخرت سست و بی‌حال می‌شود و کارهای خطیر و بزرگ از مسیر خود منحرف می‌گردد و نام عمل را از کف می‌دهد. ببینید، یه نفر همه بدبختی‌های عالم درش به وجود اومده،
یه خنجر گرفته تو دستش میخواد خودشو بکشه، برمیگرده میگه چرا من خودمو نمیکشم، چرا من خودمو نمیکشم، یه همه بدبختی وجود داره در حالی که میتونم بعدش راحت بشم. و این تردید عالمانه شکسپیره که معنی میکنه توی هملت. اینم بگم تموم کنم، من یه زمانی بزرگترین و مهمترین شرط ازدواجم این بود که خانومی که بخوام باش ازدواج کنم بعد شکسپیر خونده باشه. یعنی جدا دارم میگم، این مهمترین شرط ازدواج من بود. بفرمایید دوستان. مرسی از اینکه توجه کردید و خیلی خیلی محبت کردید و معذرت میخوام طولانی شد. من صحبت های همه دوستان رو با کمال میل میشنم. آقا یک خاک بفرمایید.